سلام دارم به شما جناب رئیس‌دانا، خیلی ممنون از این که به ما این فرصت رو دادین تا گفتگوی دیگری با شما داشته باشیم. درود به شما، من آماده هستم، به خصوص که در آستانه روز جهانی کارگر هستیم. از این فرصت میخوام استفاده بکنم و این روز رو گرامی باش بگویم به همه کارگران و همه کسانی که از طریق ارزش آفرینی نیروی کارشون و با وقتام زندگی میکنن و بقای جامعه در گروه بقای اونهاست و بیشترین محرومیت و رنج رو هم تحمل میکنن در گلدانی‌های مختلف. من در خدمتتون هستم. بله، درود به شما و سپاسگزار به خاطر من هم به نوبه خودم و همکارانم اول ماه مهر رو به شما عزیز و بقیه عزیزان دیگر تبریک میگم. جناب رئیس‌دانا، از مصاحبه قبلی که با هم و گفتگوی قبلی که با هم دیگه داشتیم تا به حال ما شاهد در واقع اعدام‌های فراوانی میشیم در سطح ایران و تعداد آمار در واقع اعدام‌ها، به مخصن اعدام‌ها در ملأ عام خیلی زیاد شده. خواستم ببینم نظر شما به عنوان یکی از فعالین سیاسی و اجتماعی و یکی از در واقع امضا کنندگان لگام چی هستش، خصوصا در اخیراً در رابطه با کمپین ریحانه و مبارزه برای زنده نگه داشتن اون. ما هیچ گونه حرکتی، حداقل شاید به خارج از کشور درز نکرده، از لگام ندیدیم. خواستم ببینم که اصولا نظر شما، تحلیل شما از وضعیت کنونی چی هستش و وضعیتی که میتونید بررسی کنید در رابطه با ریحانه و امثال هم. بفهم ببینید، به طور کلی اگر که شمار اعدام ها بالا رفته و داره ایران به طور نسبی رکورددار بود و الان داره به سمت این که به طور مطلق هم رکورددار بشه، از چین بزنه جلو، داره حرکت میکنه. نکته که در اینجا لازمه اینه که حساب رئیس جمهور از این قضیه جدا بکنیم، به خاطر اینکه به گمان من او نه میخواد جلو اینها رو بگیره و نه همچین وعده هایی داده و نه اصلا تعلق سیاسی و ایدئولوژیک و اجتماعیش خلاف این چیز هاست. و به طور کلی اگر بخواد به عنوان رئیس جمهور از کانال این که اون حافظ و مسئول اجرای قانون اساسی، از اون کانال بتونه خیلی کارها بکنه. خب ایشون مگر مزرعه میخوام مصوبتون رو قرد میکنه، ولی خب مگر ایشون مسئول قوه اجرایی نیستن؟ و هر حال وزارت دادگستری هم تحت اوامر ایشون هستش. ببینید، بله دیگه، یعنی بحث بر سر من منظورم که بحث بر سر سلیقه فردی نمیتونه باشه. شاید حداقل وظایف یه جامعه الان داره توقع میکنه، این همون جامعه که رفت رای داده و رفته رای داده به هر حال دیگه، و الان هم به اشکال مختلف داره خودش رو به این و اون متوسل میکنه. روی اراده خودش یه بخشی از این جامعه که صداش هم بلندتره نایستده. بحث من این است که او اصلا نمیخواد این کارو بکنه، نمیخواد وارد این اعتقاد نداره. چرا من نمیدونم به چه زبانی باید بگیم، وزیر دادگستری رو با اون پیشینه کرده. وزیر دادگستری موفق ترین وزیر کابینه ایشون، موفق‌ترینش وزیر دادگستریه، بلکه دقیقا به اون کارهایی که میخواسته به اون هدفا رسیده، داره اجرا میکنه. این از یک طرف. حالا این حساب بذاریم روشن بکنیم که ترحم نداشته باشیم. از طرف دیگر این که آمدیم بستر قوه قضاییه که این آرا رو میده و خودش رو در این زمینه مستقل میدونه. برای قوه قضاییه به طور کلی ترکیبش توسط رهبری تعیین میشه، اما او خودش رو مستقل میدونه و میگه دستی کم میگه من دارم قانون اجرا میکنم. بیایید فرض بکنیم که قوه قضاییه داره قانون رو اجرا نمیکنه، یعنی مازاده بر اون چی که قانون پیش بینی کرده، اعدام دستور حکم اعدام صادر میکنه. خب در اینجا رئیس جمهور ساکته، مجلس هم ساکته، بقیه هم ساکته.
مرده رو میاد خونش میشه، در واقع مثل که خاک بلاس سیاسی خاک مرده روش میشه. حالا میگه این بستر گروه های فعال اونو بعدا میگه. ولی قوه قضاییه اعتقاد داره که من دارم قانون اجرا میکنم. من هم میپذیرم که دست کم تا آنجایی که شکلهای یعنی نگرش شکلی و تا حدی هم محتوایی به قضیه مربوطه، قوه قضاییه داره قانون اجرا میکنه. خب در اینجا صحبت اینه تو شرایط ثابت بودن قانون چرا تعداد مجرمان بیشتر شده، چرا مقدار مواد مخدر بیشتر شده، چرا بعد از 35 سال اعدام به این نتیجه نرسیدیم که مجازات اعدام و این خشونت ها مسئله مواد حل نمی کنه. مسئله مواد از ترس اعدام نیست که رشد می کنه، از ترس زندگی کردن توسط مردم محرومه، توسط جوانان روبرو با تعارض و تضادهای اجتماعی است، به خاطر فرار از واقعیت زندگی است، به خاطر شورش کور علیه خودشونه که معتادن انجام میدن. تقاضا برای این مواد مخدر بسیار بسیار بالاست در جامعه. ما بارها گفتیم، من اصلی‌ترین فعالیت اجتماعی برای سالیان سال در حوزه مواد مخدر بوده، بارها گفتیم پلیس به حوزه عرضه مواد مخدر بپردازه، اونم عرضه کل، عرضه های کلی. ولی تقاضا برای مواد مخدر رو بگذارید در دست جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، روانشناسان، پزشکان، اقتصاددانان، برای که قیمت مواد مخدر روی مصرفش تاثیر میذاره، اینها انجام بشه. پس کسی گوش نکرده، شلاقی همینطور مجازات رو اعدام رفته بالا. خب بنابراین قوه قضایی ما میپذیریم بسیار خوب قانون رو داریم اجرا میکنیم، ولی چرا مجبور این قانون در یه فاصله ای اینقدر دو برابر بشه شماره اعدام ها؟ یعنی بر اساس اجرای قانون مجرمان و محکومان تعدادشون زیاد بشه و یه دردی تو این جامعه هست، هیچ کس به اون درد نمیپردازه. یک کسانی میگن قوه قضایی داره لج میکنه با قوه مجریه و چون اون عدالت خواه و آزادی خواه و این چیزاست، قوه قضایی ضد اینه، اون داره با اینا لج میکنه. چنین نیست به نظر من، چنین نیست. در مصالح و منافع کلی حاکمیت و نظام این قوه از همدیگر جدا نیستن، متحدن و این مردم متوهمن که این دوربر این و اونو میگیرن که اصلا متوهم نیستن، از منافع این بازی سود میبرن، خودشونو به این جناح اون جناح میچسبونن، منافعی دارن، اینا بین اونها جدایی نیست. بنابراین عامل اصلی به نظر من این است که قوه قضایی بر همون باور قدیمی خودش استواره و اینکه قانون رو قاطعانه اجرا کنه گذشت نکنه، از اون طرف هم جرم ها داره زیاد میشه و از اون طرف هم هرچه این قانون اجرا بشه اون جرم ها زیادتر میشه. این مکانیزم اعدام هاست. همینطور هست در مورد خشونت در زندان ها. مثلا من این مورد اخیر میگن موبایل بده کردیم، خب تلفن رو قطع کردیم، اینجا تلفن رو قطع، تلفن دیگه اگه تلفن قرار قطع باشه چرا زندانیان مثلا تزمین از تلفن استفاده میکنن؟ یا در زندان های کرج مثلا گوهردشت، از قزوین من دوستی دارم با من مدتی در گذشته همبند بوده، الان قزوین سوریهیه، کرد سوریه است، آمده بیاد بره ترکیه، در مرز ایران مورد اصابت کمپاره و گلوله و اینا قرار گرفت، دلخ دستگیر شده، در حال مرگ بوده، دست و مستش هم همش در بداغون شده و اینا. این الان قزوین بردن زندان قزوین، دادن زنگ میزنی دلش میگیره و به من علاقه ای داره. حالا به هر حال هم آدمی بوده، گیر افتاده بوده، غریب بوده، من هم بهش یاری رسوندم، بازم میرسونم. پس میتونم، پس اتفاقی نفته به کرد سوریهی که متهم بوده رو میدم به تروریسم و به جاسوسی و فلان و تو قزوین، من اینه که با این سوابق پیدا کردم اتفاقی افتاده، خبری درس کرده، چیزی گفتی، من میگذارم در وطنم آشوب و ناامنی و تروریسم بشه به خاطر حالا دوستی با یه خارجی یا کسی این کارو میکنه. نه، بنابراین چون این راه حل‌های مندرآوردی فراوان وجود داره، بهترین راه هم کنار گذاشته میشه. حالا در زندان بند 35 چنی میشه، حالا برخورد شده دیگه، آمدن بگردن بچه ها موجه، من دیگه یه سابق سوابق یه واقعه واسه با چهاربار نداری میشه، این همه سابقه میدونن وقتی لباس ها رو میگردن گوشه ای که هرکس برای خودش تو کتابی دوتا نوشته این مکسی همسرش چیزی باشه شخ میزنن، اما میریزن رو هم قراغاتی میشه، نباستن گفتن نه این نباشه، حالا برخورد شده. در مورد برخورد ها هم خبرهای زد و نقیزیه، دستم فرض برمایید همون خبری که به طور کلی دستگاه میگوید، میگه بله اندکی که راحت بوده، مقاومت هایی بوده، برخوردی بوده، ولی واقعیت اینه که آمده
میتونی این کارو بکنی. خود این حرکت اون حرکت خشونت آمیزه و خشونت ناشی از ضعف و ضعف ناشی از این است که بی برنامگی نداشت، عدم رعایت حقوق مردمه. اون رو تلفن بزنید بکنن. حد خود ما که میدونیم، شما که میدونید خبری نیست، یا آزادی خواهه، یک طرفدار طبقه کارگر، یک عضو جنبش کارگر، یک نفر کارگره، یا شماری از اینا هم که اتفاقا بهشون عنوان امنیتی میدید، میگید مثلا خبر دادن جاسوسی کردن فلان، اینا آزادتر از بقیه. خب ببینید این در این مورد میخوام بگم که این سیاست های واکنشی یا کنشی بسیار خشن، غلط، ناسنجیده، ناشی از بی‌اعتمادی، پارانویا، بس مهمتر از همه ناشی از این که بخوام خودشون رو خوب جلوه بدن بقیه رو بعد و بگم قربانا قربانتون گردم، ما این که حافظ تمام همه چی هستیم، همه چی، و اینا همه تروریستن، همه خائنن، همه بعد از دیلی زدیم رفت و پارشون کردیم، دیلی 11 فقره مثلا موبایل گرفتیم، ما اونم فکر کنید چه خبره. ما موقعی که ایمیل تازه مطرح شده بود اومده بودم، بس خود من یه نفرش رو نمیارم از این مسئولین اون موقع میگفت شما میدونی افرانی من ریمیل گرفتم، با ریمیل داشت همه جای دنیا. خب بابا یه زمانی مثلا این دستگاهی که توش کاست مال ویدیو میره تو خیابونا، تو بیابونا، کان اینا رو تمام پیاده میکردن، بارش میدیستن بیرون ببینن مثلا ویدیو پیدا میکنن، اینا رو تموم شد متداول شد، یا مثلا ماهواره الان حمله میشه یا چه و چه. این کارها خشونت ها در واقع و این دیدگاه های پارانویی و افسانه متعدد دیدگاهی که میخواد منافع سکتریستی خودش رو به روح تأمین بکنه و نشان بده که همه توتن، همه در حال براندازی هم، همه زشتن، همه بدن، فقط ما خوبیم و داریم با اینها مبارزه میکنیم، سر جاشون میشونی به اقتصاد مونم بده، دستمون هم باز روشی که اثری بدیم میخواد بکنیم و کمایی که دیدیم حساب چقدر تو همین زمینه شاید بیدم کنه. اما مقصود این کار این است که نارضایتی و بی اعتمادی خودشو سرایت میده، پارانویا اجتماعی یه پدیدیت مصری، و از این طرف مردم بی اعتمادتر میشن. دیدیم بر سر ثبت نام یارانه ها چه بی اعتمادی عظیم، عمیق، گسترده و چه رندی مردم بهشون دادن. این مردمی که میرن رأی میدن فریب نخورین، این مردم غیر قابل پیش بینی هستن. اومدم همون برم ایرانی میگم نمیکنم، در حالی که من میدونم 50% کس دستم دو واقعا محتاج هم دارم، ولی اون 30-40% که خودشون اتفاقا رای دهنده هایی که بودند و هایی تو صحنه خودشون رو برای قربانگونشون میدن، اونا یا 40-50% جامعه، اونا در واقع به خاطر بیعتمادی، به خاطر دیگه یه نوعی قلیمت بکن. همه اینها وابسته پیوسته به همه و از یک ساز و کاره سیاسی سرکوبگرانه و ناشی از بی‌اعتمادی و به زبان امروزی نبود دموکراتیزم واقعی سرچشمه میگه. بس که پرسشی هم داشتید در مورد لگام و ریحانه، لحظه به لحظه در جریان کار ریحانه هستید، لحظه به لحظه. همین هفته گذشته سه نفر از یاران لگام، نه برای ریحانه، برای کار دیگری در همین زمینه ها رفتن به شما و بسیار موفق برگشتن، بسیار موفق. و از جمله در کاری که در نور داشتن این بود که رفتن و یک مراسم خیلی کوچکی تشکیل دادن و خانواده مقتولی که رضایت داده بود و خانواده‌ای که متعلق است بود اینها رو یه تو جمع کردن، پیشونیشون رو بوسیدن، دستشون رو بوسیدن و تشکر کردن و این وجدان انسانی رو از اونجا آبیاری کردن با احساس انسانی خودشون. بعد این کارا زیاد داره میشه. خود من درگیر که نیست، علاقمه اون محیطمانی هستم که در گوکیل بوی رحمت به زندان افتاده، به خاطر تیراندازی کرده و یک نفر مرده، حالا مجازات اعدام داشته. من با اون قصه ماها داریم میدویم، خود ندیدم همه یه سازمان حفاظت محیط زیست از اون خانم بگیرید تا این کار این دوندگی رو بکنن. وقت در دیاشون کارشناس های ارزشمند و انسانی هم من رو میبینن، یعنی ها مرده های بالایی ما شما سیاسی نمیتونن با شما حرف بزنن، ولی ما همه کار حاضریم بکنیم. من اصلا اینا اینجا جای گله و این حرف کنیم. خب داریم میکنیم، من به عنوان عضوی از لگام دارم این کار میکنم و تا کنون هم خیلی جلو رفتیم، خیلی جلو رفتیم. قوه قضایی هم مجازات اعدام رو متوقف کرده. و حتی چون
نیروی اجتماعی فقط من و رئیس دانابو لگام و اینا که نیست، یه نیروی اجتماعی هم باشید. میخوام بگم این کار رو کردیم. افکار عمومی که هرچه از ما فاصله بیشتری داره، انتظار بیشتری داره که یه جریان هایی رو که دوستشون داره یا باشون ارتباط داره دقیقا اون کارهایی رو بکنه که اون از راه دور دوست داره، و اون از راه دور چی دوست داره؟ اون چیزی که سر و صدا کرده بقیه هم کردن. ما یه مثلا هم با اجازتون باید عقلمون و احساسمون رو، تجربهمون رو، مسئولیت انسانیمون رو ملاک کار خودمون قرار بدیم. تو هر کاری بکنی یه کسانی دیگه میگن کم کردی، زیاد کردی، چرا این کار کردی؟ من با شما مصاحبه میکنم، میگن چرا با این مصاحبه کردی؟ با رادیو آمریکا مصاحبه میکنم، حرف خودم رو میزنم، میگن نزن، حرف نمیزنم، میگن وقتی گوشه موندی چرا صدا در نمیاد؟ بنابراین ما باید یه مقدار هم بقیه هم باید به ما حق بدن که ما اینجا داریم عمل میکنیم، نظرات رو میشنویم. البته تا کنون اگر ما نقطه نظرها رو نشیده بودیم و با جان و دل در خودمون جمع نکرده بودیم که نمیتونستیم اینطور اعتبار داشته باشیم و اینطور اثر داشته باشیم. بنابراین میشنویم، منتها باید اجازه بدن در تحلیل نهایی، چون حرفهای متداولی از ما وظایف متفاوتی داریم، کار خودمون رو انجام بدیم. در مورد ریحانه جباری لحظه به لحظه مسائلش در دست ماست و داریم تعقیب میکنیم. در لزوم هم اون بیانیه‌ای که ممکنه بدم تند باشه، کند باشه، این زاویه رو ببینه، اون زاویه رو ببینه، به هر حال یه اونا هم خواهیم کرد اگر لازم بشه. به هر حال یه چیزی هم وجود داره، اون که لگام باید استقلال عمل خودش رو حفظ بکنه. ما نمیتوانیم مرتب بردیم برای قدرت‌های موجود، برای مسئولان موجود این نامه بنویسیم. ما مسئله داریم با این مسئولان و حالا یه دن میگن خب حالا چون بقیه نوشتن شما میسیم، ما کار خودمون رو بکنیم. بعد تا اینجا بحث من تمام شد، اگر فرمایش دیگری دارید در خدمت. بله، خواهش میکنم. اشاره به مسئله نور کردین که واقعا به نظر من و خیلی این یک وجدان بیداری بود، یه حرکت جدیدی بود، اون بخشش و عطوفتی که در واقع تناب دار رو از گردن اون فرد بیرون میاره. به نظر من یک عکس العمل شاید اجتماعی هستش نسبت به مسائل موجود. و مورد دیگه به اعتقاد من این اشکالی هستش که چطوری میشه خانواده فردی که از به قدر رسیده در نقطه قضاوت بشین. یعنی شما اگر در هر کجای دنیا برین و بگین که فردی که عزیزش رو از دست داده این اجازه رو داره که بیاد در واقع تصمیم گیری بکنه برای یک فرد قاتل یا متهم به قتل، حالا سوال من اینه که به عنوان یک فعال سیاسی، فعال اجتماعی، فعال حقوق بشر، آیا به نظر شما وقت این نیست که الان در واقع قوانین موجود رو به چالش کشید که به هر حال اینها حتی اگر شرعی هم باشن با موازه و موازین کنونی جامعه متغایره و داریم میبینیم که جامعه داره عکس العمل نشون میده و حرکتهای دیگه رو از خودش نشون میده؟ بله، ببینید، تا چه که به موضوع شرعش مربوط میشه کم نیستن فقها و فقهای برجسته و کسانی که برای خودشون دوست دارن در نحله آزادی خواهی هم قرار بدن و خودشون رو متلقی بدارن. اون دیگه حالا به نظر ما وظیفه نداریم بگیم نه چون جور دیگه فکر میکنی اصلا هیچ جا نباید بیان. اون آزادی که اینطور فکر کنی خیلی هم خوبه که کسانی فکر کنی که این چشمنداز دموکراتیزم زیبا افراد به سمت اون رفت، نظر من خوب هم هست. بعد شما فقه های عالی حضری دارید به اصطلاح عالی حضر که مخالفن، معتقدن که آنچه که موجب وهم اسلام میشه حتی اگر نفس صریح باشه باید کنارش گذاشت، مثلا مجازات قصاص. میدونید این مجازات قصاص در بنیاد به اصطلاح انتخاب اون داوری فرد که شما گفتید شکل. فقه های دیگری هم هست، ما اینا رو تعقیب میکنیم، میخونم همه رو با دقت، حتی مخزش رو به زبان عربی. اینا میگویند که اینها از احکام امضایی است، احکام امضایی احکامی که اون زمان بوده، زمان وحی یا زمان تدوین قرآن، زمان پیامبر اسلام بوده و ایشون برای اینکه مدارا بکنه با زمانه خودش اونها رو هم تایید شده، ولی بالا و پایدش اما و اگر اون اینها اینقدر گذاشته که در واقع یعنی اجرا نکنی، اونم به عهده کسانی که میگن. متأسفانه بحث من این است که ما ممکنه احتیاط بکنیم از خیلی جاها، ولی پشت این موازنه که تخصص ما نیست سنگر نگیریم. دکتر ملکی خیلی به این موارد وارده،
خود من هم میخونم اینا رو، فرصت پیدا میکنم میخونم، ولع این کارو دارم که ریشه چه گیره. اما پشت این زنگن این که شما گفتید الان اون درست داره به نظر من، و اون رو هم در تقابل قرار ندیم که طرف مقابل فرصت پیدا بکنه و شماری از مردم متأثر یا باورمند رو علیه ما تحریک بکنه، و از یه زاویه دیگری بریم که اونها رو از آن خود بکنیم، زاویه انسانی، زاویه اینی که آقا داوری فردی غلطه، داوری اجتماعی، قضایی، داوری تخصصی پیشرفته تره. چه بسا اون لحظه اون کسی چاقو زده یه چیزی جلو چشم رو گرفته، یا یه جنون آنی بوده، یا چه یا تمام دلایل مخففه وجود داره. برای چی وکیل میگیرن؟ همه وکیلایی که میرند از قاتلان یا مثلا مرتکبان قتل یا متهمان به قتل دفاع میکنه که همشون در اصل قتل نیستن که، من میگم برم بگردم علت مخففه پیدا کنم، برم بگردم ببینم شاید چیزی باشه که ممکنه نظر قاضی رو جلب کنه، برم بگردم و بچه خانواده رو راجع کنم. نهادهای مدنی، نهادهای مردم پایه که با خودمون رو میدونیم، اینا در این زمینه خیلی میتونن به دستگاه قضایی غیر مستقیم کمک کنن. اگه دستگاه قضایی معیارش اخلاق اجتماعی و وجدان اجتماعی هم باشه، نه تفتیم شدن به تعصب ها و جنجال ها و هیاهوها، نه، وجدان اجتماعی بالنده، اون موقع این نهادهای مردم پایه میتونن در طرح درخواستاشون به اونا هم کمک کنن. ولی به هر حال دستگاه قضایی کاملا مستقل یکی از راه حل‌هاست. اما آیا میشود در همه شرایط از دستگاه قضایی کاملا مستقل صحبت کرد؟ نه، کاملا مستقل برمیگردد به دموکراتیزم واقعی، اما تا حد امکان مستقل رو میشود در یه شرایط، اونم نه در شرایط فعلی ایجاد کرد. اون خودش خیلی مهمه، اون تا حد زیادی مستقل و فقط به قانون و به گفته های خشک قانون توجه نمیکنه، به افکار عمومی توجه میکنه، به ضرورت ها توجه میکنه، به اصل عدالت توجه میکنه. پخلگی ویژه یک قاضی قنای تبعش استقلاله، ولی وقتی که شما یه دستگاهی دارید که قضا دارید از دست حرف بالاتر رو گوش بدن و بترسن از موازین و از افکار عمومی، از اینکه موتوری رو نمیدونن ملیگردی و اینا بیان در خونهش بش بش بدن و تحت تاثیر یعنی حمایت قدرتمند اجتماعی نداشته باشه، اون و اصلا نحوه تعیینش هم نحوه تعیین بروکراتیک از یک مجاری خاص باشه، در واقع اون استقلال دیگه پیدا نمی کنه. به هر صورت به نظر من اون کارهایی که در صورت می گیره همشون خوبه دیگه، داریم انجام می دیم و این یک یادگاره، یک پایه است، یک نقطه امیده که به تدریج برگردونه. شمار زیادی از مردم از این تعصب ها و از این روحیه‌ای که دارند گذراست، به خاطر نبود آلترناتیوی بالنده تره وجدانشون رو به این طرف و اون طرف قرض میدن. همین بحثایی که من میگم برخی فقها میگن اینا فرصت پیدا نمیکنه تو تلویزیون ها این بر مطرح بشن و هر جهت بخش عظیمی از مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، برمیگردن میگن ای داد بیداد، ببین من تا یه ماه پیش تو چاره چه ترسه میدم. خیلی نمونه های زیادی دیدم که اینطوره، ولی شماری هم که به شماشون البته خیلی محدوده پافشاری دارن بر خشونت، اینا دیگه فرزند تربیت خشونت هم. اینها در طول گذر زمان در بلند مدت تر باید مثلا شون هر که به زمنان باید دستشون کوتاه بشه از تأثیر گذاری بر روی حبه قضایه، میتوانن نظرشون اعلام بکنن. ولی ببینید حد مجازات اعدام در ملأ عام خیلی دست اونها رو مقدار زیادی کوتاه میکنه، بعد اونها میتونن نظرشون رو بدن، منتها من مطمئن هستم که اون نظرها گم میشه و اصلا رسوا میشه در مقابل نظر عمومی، ولو اینکه این نظر عمومی معتقد به مبانی اسلام باشه، ولی میتونه در درون خودش در وجدان خودش توجیه کنه. مثلا اون چیزی که من الان گفتم علما هم میگن، یا بالاخره بگه فرض کنید که خانواده باید داوری کنه، خانواده رو وادار بکنه به عقب نشینی. من همیشه گفتم در مورد این غلام حسین که در یاسون چفت تا به اونجا رسید که الان صحبت از این بود که لحظه که تناب اعدام به گردن میدازن اون خانواده رزده، من زیر بار نرفتم این بحثو، گفتم این قبول نیست، بخشش باید اینقدر قلبی، اینقدر سری و اینقدر وجدانی باشه که اون لحظه اومد این رو پاش خود به سنگ ماشینش پنچهش رو دیر اومد و از کجا این قابل اعتمادیست و این خودنماییه.
این نهادینه نشد این بخشه، چون خودنمایی داره نهادینه میشه، ممکنه مثلا بین بره گذشت، یعنی اون چی که خانواده تحتای زنجیری در درون و رفقای تحتای قربانیان تحتای زنجیری اعلان کرده، آغاز اعلان این بود که ما نه قصاص میخواهیم نه مقابله بمیر، ما میخوان در پیشگاه مردم ایران اون انگیزه های اصلی که میاد دشمن سیاسی خودش رو پا در بیاره اون شناخته بشه و این جامعه با شناخت اون انگیزه ها بالنده میشه، رو به جلو میره، دموکراسی زیر پوستش میره. به نظر من حالا تا اونجا هم فاصله هست دیگه، تا زنده هستیم یه کارایی میکنیم. الو موفق باشید. گفتگوی ما با دکتر فریدروز رئیس‌دانا هستش. من از شما جان رئیس‌دانا تشکر میکنم به خاطر وقتی که ما دادید و امیدواریم در آینده هم بتونیم با شما در ارتباط باشیم. خواهش میکنم. ممنونم و بار دیگر از عزیزان هم زبان هم وطن هم اندیش به هر متعلق به هر ملیتی که هستن صدای منو میشنوند و درکش میکنم. خداحافظی میکنم و آرزو دارم که باز بتونم باهاشون هم صحبت بشم و از نزدیک ببینم. شاد خورم. با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.